همکارم سمسم سیرت رو از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی با خود داریم سمسمه آیا اطلاعات جدید در مورد این رویداد داریم؟ که می دانیم چهار روز از همگانی شدن این خبر میگذره در این چهار روز امروز بررسی که من داشتم شما از رسانه ها به نقل از منابع خودشان این خبر را تایید کردن منتها چیزی که هنوز هم واضح نیست تعداد دقیق کسان است که کشته و یا زخمی شده سازمان حقوق بشری حالوش که برای نخستین بار این خبر را منتشر کرد به امروز گفته که شمار از زخمی ها و کشته شده های این رویداد به ولایت نیمروز افغانستان منتقل شده منتها میدانیم که طالبا در این مورد تاکنون چیز نگفتند و با توجه به مشکلاتی که در زمینه دسترسی به اطلاعات وجود داره و محدودیت های طالبان هنوز خبر همگانی نشده و از اون طرف هم حالوش تاکید کرده که نیروهای جمهوری اسلامی به بیمارستان سراوان که 13 کشته این رویداد به اونجا منتقل شده و تعداد زخمیاش هم به پرسونل و هم برای زخمی هشدار داده که در این مورد صحبت نکنن نکته بسیار جالب این است که قسمه که گفتم چهار روز از همگانی شدن این خبر میگذره و تقریبا بسیاری از دیپلمات ها این را یک فاجعه خواندن اما طالبا هنوز هم در این مورد تایید یارد نکردن هرچند گفتن که ما حیات حقیقتیاب به محل میفرستیم اما هنوز نگفتن که آیا یک چنین رویداد رخ داده یا نه که بسیاری از تحلیلگرا و ناظران میگن که طالبان نمیخواد خودش را با جمهوری اسلامی مواجه بسازه چون میدانیم که جمهوری اسلامی خب به متحد منطقی طالبان هست و در بسیاری موارد طالبان را همکاری میکنه بناهن با طالبا به دلیل از اینکه روابطشان خراب نشه با جمهوری اسلامی نمیخواد تایید یا رد بکنه این رویداد را واکنش ها هم خیلی گسترده بوده دقیق وحیده در تازه ترین واکنش ها شورای هماهنگی نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان به واکنش تندرا منتشر کرده اما نکته جالب بیانیه این شورا این است که با وجود که جمهوری اسلامی هنوز این خبر را تایید نکرده و اتفاقا رد هم کرده اما این شورا از جمهوری اسلامی خواسته که در مورد این رویداد تحقیق بکنه و عاملانش را مجازات بکنه البته در کنار جمهوری اسلامی از نهادهای مختلف سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری خواستند که این رویداد را بررسی بکنن و تاکید کردند که پناهجویان افغانستان از سرکوب طالبان فرار میکنن و به دنبال امنیت هستند و سزاوار چنین برخورد نیستن همین گونه سفارت افغانستان در ایتالیا یک قدم پیشتر نهاده و این رویداد را یک فاجعه خوانده و ماتم ملی گفته و بعد هم پرچم سی رنگ افغانستان را گفته که سه روز به حالت نیمه برفراشته در این سفارت خواهد بود و تاکید کرده که یک چنین رفتار اگر جمهوری اسلامی برش رسیدگی نکنه میتونه که به مدت بسیار طولانی روی روابط دو کشور تاثیر بگذاره و روی روابط مردم دو کشور همین گونه نکته دیگر این است که با وجود که مقامات جمهوری اسلامی این رویداد را تایید نکردن اما واکنش هایشان در این چهار روز گذشته بسیار گسترده بوده همون رقمی خودم اشاره کردیم مثلا در شهر شهرستان کاشان دستور داده شده به مردم که به پناهجویان افغانستان خانه اجاره نتن کار نتن و گفتند که اینا زمینه ساز تغییر بافت اجتماعی هستند و البته منظورشان تغییر منفی هست تشکر از خود از سمسیرات در واشنگتن دی سی